نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز جمعه 25 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم وصیت اهدای عضو پس از مرگ فرمودند: برخی از فقها گفتند که این وصیت نافذ نیست، اما جماعتی از فقها که من هم برداشتم همین است، گفتند که اگر کسی وصیت کرد که بعد از مرگ کامل و نه مرگ مغزی اعضای او هدیه داده شود، از آنجا که انسان بر نفس خود ولایت دارد اشکال ندارد. معظم الله در رابطه با اهدای برخی از اعضا مانند چشم و گوش و دست و پا که آنها دو مورد وجود دارد در زمان حیات فرمودند: اگرچه انسان بر نفس خود ولایت دارد، اما در سه مورد این ولایت وجود ندارد که فقها به دو مورد اشاره کردند و من هم مورد سومی را به آن اضافه نمودم. ایشان در ادامه فرمودند: اولی موردی که انسان بر نفس خود ولایت ندارد این است که انسان ولایت قتل نفس خود را ندارد و نمیتواند خودکشی کند. دومان که نمیتواند یکی از اعضای بدن خود را قطع کند یا یکی از حواس پنجگانه خود را معیوب نماید، و سوم آن که نمیتواند کاری کند که به یکی از امراض عظیم و خطرناک مبتلا شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. تعریض النفس للامراض الخطیره، یعنی شخصی کاری بکنه که عجز بگیره، یک کاری بکنه که سرطان بگیره، یک کاری بکنه که سل بگیره، این امراضی که قریب الوقوع درش قتل، اینو من عرض کردم جایز نیست به خاطر ارتکاز متشرعه. برداشت من اینه که صغرای ارتکاز در اینجا هست، این سه تا جایز نیست. یعنی انسان ولایت بر خودش داره فی حال حیاتی و ولایت داره وصیت کنه بعد موتی، الا در این سه تا چیز. قتل نفس که قطعاً حرامه، عقیم کردن انسان دلیل خاص داریم؟ نه دلیل خاص کو؟ اجماعه. قطع عضو یعنی استدلال به بعضی روایات شده اما مسلم نیم. ما از مذاق شر میفهمیم که هدف از نکاح تناجه و تنازلوه، کسی بیاد خودشو عقیم بکنه شارع مقدس به این راضی نیست. این شما چون از مذاق شر فهمیدید براتون حجت، اما یه فقیه دیگه ای که بین خود و خدا میگه من نفهمیدم هم چیزی را. اما یه عضوی که ضرر نداره در اونجا که میفرمایی سامه اجازه ببره بازرشو بلکل، بله، اما این بلکل که از بین نمیبره، پس موضوع نداره. پس این ستا نیست. اگه دوتا کلیه داره، یه کلیه رو میده و پزشک اهل اختصاص گفت با اون یک کلیه دیگه تو به سلامت زندگی میکنی، این هیچ کم از اون ستا نیست، نه قتل نفسه، نه قطع عضوه، نه اتلاف قوه است. نه، اگه یه دونه جماعتی همین هم اشکال کردن، گفتن در حال حیاتش نمیتونه یک کلیه رو بده ولی با یک کلیه دیگه زندگی میکنه، به نظر من نه النبی اولا بالمؤمنین، من سمی گلتش.